ترس تهیه عدس پلو. عدس پلو یکی از غذاهای محبوب ایرانی است که به دو صورت ساده و مجلسی طبخ می شود. با مقدار موادی که در این دستور قرار گرفته می توانید برای 4 نفر عدس پلو تهیه کنید. دستور این غذای خوشمزه را تقدیم می کنم به فرشته عزیزم. امیدوارم درست کنید و از خوردنش در کنار خانواده لذت ببرید. به یک پیمانه عدس ریز نپخته نیاز داریم. حجم عدس بعد از پخت معادل 1.5 پیمانه می شود. مقدار 3 پیمانه برنج باسماتی رو خوب تمیز کرده می شوییم و 1 قاشق پر نمک به آن اضافه می کنیم و برای 3 الی 4 ساعت کنار می زاریم. ادویه مورد نیاز ما شامل 1 قاشق مربخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری فلفل قرمز، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق مربخوری دارچین، 1 قاشق مربخوری زیره سیاه و 1 قاشق چایخوری زعفران هست که با همین مواد رو ترکیب میکنیم و کنار میذاریم و مقداری پیاز سرخ کرده. به ازای هر پیمانه برنج 1.5 پیمانه آب در نظر میگیریم. چون مقدار برنج ما 3 پیمانه بود، مقدار 4.5 پیمانه آب رو میذاریم جوش بیاد و وقتی آب جوش اومد برنج و عدس رو بهش اضافه میکنیم. سپس ادویه آماده شده رو اضافه می کنیم. کمی هم می زنیم تا ادویه کاملا با مواد مخلوط بشه. سپس مقداری نمک به مواد اضافه می کنیم که مقدار نمک کاملا اختیاریه. حالا موقع اضافه کردن پیاز داغ به مواد هست. وقتی آب غذا کشیده و بخار شد، از قابلمه دیگری برای تهیه تهدیگ سیب زمینی یا هر نوع تهدیگی که مایل باشیم استفاده می کنیم، ولی برنج رو آبکش نمی کنیم. 1/3 پیمانه روغن مایه رو در قابلمه دیگری می ریزیم و 1 قاشق چایخوری زعفران رو در کمی آب حل می کنیم و به روغن داخل ظرف اضافه می کنیم. وقتی روغن داغ شد، سیب زمینی هایی رو که از قبل برش زدیم روی روغن و زعفرون به طور مرتب کنار هم میچینیم و بعد مخلوط عدس پلو رو روی سیب زمینی ها میریزیم. مقدار 60 گرم کره رو آب میکنیم و با 1/3 پیمانه آب روی عدس پلو میریزیم و با پارچه تمیزی پلو رو به مدت 40 الی 45 دقیقه دم میکنیم. عدس پلوی ما آماده شد. حالا در ظرف میریزیم و آماده سرو کردن میشیم. عدس پلو رو میتونیم هم ساده درست کنیم، هم با کشمش، هم با خرما و هم با کوفته قلقلی، ولی در این بین پیاز داغ فراموش نباید بشه. در هر صورت این غذا بسیار خوشمزه و مقوی است و جزو غذاهای محبوب و پرطرفدار در بین خانواده های ایرانی است که به مدت زمان پخت کمی نیاز دارند. امیدوارم با درست کردن این غذای خوشمزه در کنار خانواده و دوستان لذت ببرید. تا ویدیوی بعد روز و روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.
ویدیوی آینده رو تقدیم میکنم به مریم عزیز از سوئیس با دستور متفاوتی از خورش آلو اسفناج.